سه بهار بیشتر از عمرش نگذشته بود. بیابی توان او و هم نوعانش را بریده بود. اگر این چند نفر هم نبودند، آبی و غذایی نبود که با آن تشنگی و گرسنگیشان را برطرف کنند. تقریبا 10-12 روز یک بار با کامیون ما از روستای حصارگلی اقدام به آبرسانی به آبشخورهای مصنوعی که در مسیر چشمه ها احداث کردیم آب رو میاریم. برای رسیدن به آب تا نزدیکی های محل زندگی انسان ها می آیند، اما گاه طعمه می شوند برای شکار. جبیر تو محتزیز طبیعیش بین 70-80 کیلومتر حد اکثر سرعت داره. شکارچیان از ترس اینکه صدای شلیک تیرشان را محیط بانان نشنوند، جبیرهای تشنه را تعقیب می کنند. با موتورسیکلت هایی که این حیوان مورد تعقیب قرار میدن، سرعت موتورسیکلت ها خیلی بالاست و ظرف 7-8 دقیقه میتونن اینا رو سید کنن. منطقه حفاظت شده کبیر 250 هزار هکتار مساحت دارد با محیط بانانی اندک. یکی از اونا متواری شد و یکی از متخلفین که با موتورسیکلتش این جبیر رو ترک موتورش بسته بود توسط مامورین منطقه حفاظت شده کبیر دستگیر شد. جریمه هر جبیر یا کلبوز قشومیش 10 میلیون تومان شده، منتها چون مصوبه جدیداً به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده هنوز به ادارات ابلاغ نشده، ولی طبق مصوبه قدیم جریمه این یک رأس جبیر 2 میلیون تومانه. می شود گفت از 110 جبیر منطقه حفاظت شده کبیر مرکزی ایران یکیشان کم شد. اگر چاره اندیشیده نشود شاید نسلشان منقرض شود. یکی 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 یکی